ایران تهدید می‌کند، آمریکا هم تهدید می‌کند، هر دو طرف می‌گویند طرف مقابل رجز می‌خواند. این جنگ لفظی دو کشور را به کجا می‌برد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. جنگ لفظی است، اما بسیاری نگرانند تا کجا ممکن است این تهدیدها عملی شود. رئیس جمهوری ایران حرفی میزند، ترامپ پاسخی با حروف درشت در توییتر میدهد، وزیر خارجه ایران آن را به سخره میگیرد و میگوید رجز میخوانی. همه اینها در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا با اتهام یکی از بزرگترین رسوایی های تاریخ این کشور روبروست و رئیس جمهوری ایران با یکی از بدترین شرایط اقتصادی و فساد در کشور. فارغ از اینکه تا چه حد این دعوا کلامی است، چقدر برای هر یک از طرفین مصرف داخلی دارد، سوال اینجاست که چه شده که تا اینجا بالا گرفته؟ آیا مثل اغلب دوره‌های پیشین مذاکراتی پشت پرده در کار بوده که به نتیجه نرسیده؟ اگر قرار باشد که کار بالاتر بگیرد، ممکن است تا کجا این دعوا پیش برود؟ آیا آمریکا در شرایط شروع یک جنگ هست؟ ایران چطور؟ اگر کار به درگیری بکشد، توانایی‌های دو طرف برای مقابله و دفاع چیست؟ در برنامه امروز در این مورد صحبت می‌کنیم و سه مهمان داریم. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی امنیتی از نیوکاسل با ماست. علی سعدزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. و هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا از کینگستون. خوش آمد میگم به هر سه شما آقایون. آقای حسن‌یاری، بذارید از شما شروع کنم. شما کارشناس مسائل نظامی هستید، آشنا به سیاست منطقه‌ای. به نظر شما چقدر محتمل هست چنین رویارویی؟ ببینید، اگر نگاه بکنیم به روند چند ماه گذشته و این تورم لفظی، جنگ لفظی که بین دولت آمریکا و دولت ایران در جریان هست، می‌بینیم به تدریج وارد فازهای جدیدی میشیم و آخرینش هم اینیست که آقای روحانی حرف از مادر همه جنگ‌ها میزنه و به نوعی وارد جنگ شده ایم. هرچند این جنگ در مرحله کنونی اقتصادی است، به قول آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی از طریق مطبوعات هست، سیاسی است، ولی تمامی ابزار کار و اون چیزی که به اون نیازمند هستیم برای شروع یک جنگ به نظر من در حال چیدن هست، چیده شدن هستن. آقای آریان، نظر شما چیه؟ من فکر نمی کنم که واقعا یک رویارویی مستقیم پیش بیاد، برای اینکه به هر حال گزینه های دولت روحانی و به طور کلی حکومت اسلامی محدوده با توجه به تشدید تحریم ها، بنابراین دارند تقریبا شعار میدند و آمریکا هم در مقابلش داره جواب میده. رویارویی مستقیم مگر اینکه ایران تو تله آمریکا بیفته و کاری رو انجام بده، به ویژه در خلیج فارس، به باور من در حال حاضر محتمل نیست. و اگر بخواد ایران این کار را انجام بده که به باور من در آینده با تشدید تحریم ها انجام خواهد داد، استفاده از یک جنگ نامتقارن و استفاده از گروه های نیابتی است با این کار شروع میکنه. مستقیم وارد جنگ نمیشه، یک جنگ فرسایشی رو از راه های دیگر پیگیری میکنه. در گذشته هم ایران این کار را کرده، غیر از جنگ 8 ساله ایران عراق هیچ موقع ایران رویارویی مستقیم با کشوری نداشته. صحیح. و آقای سعدزاده، فکر میکنید که در ادامه صحبت آقای آریان، این صحبت تنگه های دیگری که آقای روحانی مطرح میکنه اشاره به همین در واقع جنگ های نیابتی میتونه باشه؟ کاملا درسته. بعضی ها حتی حدس میزنن که ایران امکان داره که در افغانستان به نیروهای آمریکایی حمله بکنه و حتی بعضی ها صحبت میکرده این اواخر که ایران با طالبان نزدیک شده و نیروهایی رو در اونجا داره سازماندهی میکنه، از قبل هم که در سوریه بوده، در عراق بوده، در اینه که در همه جا. و آقای رضایی که عضو تشخیص مصلحت هست، قبلا هم رئیس پاسداران بوده، دیروز اگر اشتباه نکنم در یک تویتی گفت، نوشت که در جواب آقای ترامپ که شما که 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر در اطراف ما زیر تیغ ما دارید، نباید این پررویی‌ها رو بکنید. با آقای ترامپ گفت، یعنی در حقیقت
اگر اتفاقی بیفته همونطور که گفته شد ایران به جنگ نامتقارن میره، چون امکان جنگ کلاسیک با آمریکا، جنگ کلاسیک احتیاج به نیروی هوایی دارید، تانک دارید و ابزار مدرن دارید و ایران در قبال با آمریکا فاقد اینها هست، بنابراین میره به جنگ‌های همونطور گفتن نامتقارن. آقای حسن یاری، این جنگی که صحبتش میشه، جنگ نامتقارن، چگونه جنگی است؟ همواره صحبت این بوده که اگر رویارویی بخواد صورت بگیره بین آمریکا و ایران، همونطور که آقای آریان هم اشاره کردن، بعید هست که به شکل رویارویی مستقیم باشه. اگر رویارویی مستقیم نباشه، حالا میگن که ایران، آقایون میفرمایند ممکن هست که از طریق گروه‌های نیابتیش عمل بکنه، آمریکا ممکن هست چه بکنه؟ ببینید، آمریکا وارد این مسائل نخواهد شد. به طور قطع اون یکی از طرفین که ضعیف‌تره در این مورد ایران، این میتونه از ابزاری مثل حماس، مثل حزب الله، مثل گروه‌های در افغانستان، در عراق و در یمن و جاهای دیگر و یا کشورهای دیگری، کشورهای آفریقایی که آمریکای لاتین، استفاده بکنه. منتها ضرباتی که اینا میتونن بر پیکره اقتدار نظامی آمریکا وارد کنن بسیار محدوده. آمریکا وارد جنگ مستقیم خواهد شد با ایران در صورتی که چون این جنگی اتفاق بیفته. معناش این هست که به طور قطع آمریکا همون استراتژی رو در پیش خواهد گرفت که در کشورهای دیگری از جمله در افغانستان و اخیراً در عراق در پیش گرفته، یعنی اینکه کور کردن توان دید ایران، بنابراین از بین بردن هر گونه دفاع ضد هوایی ایران و رادارهای ایران هست که به طور قطع استفاده از موشک‌ها و نیروی هوایی آمریکا رو به دنبال خواهد داشت. اگر که اخباری که در چند روز گذشته در بعضی از سایت‌ها، از جمله سایت‌های داخل ایران، صحت داشته باشه در مورد هواپیمای مدرن اسرائیلی 35 که از آمریکا اخیرا خریده، این هواپیما وارد فضای ایران شده، تصاویری رو گرفته بدون اینکه رادارهای ایران توان ردیابی این هواپیما رو داشته باشند. در نتیجه آمریکا توانایی هایی داره که با اونها وارد جنگ خواهد شد، همونطوری که آقای ظریف یکی دو سال پیش اشاره کرد به توان نظامی آمریکا در دانشگاه تهران که بعد مورد مؤاخذه قرار گرفت. آمریکا وارد جنگی با ایران نخواهد شد با استفاده از عربستان سعودی، اسرائیل و یا دیگران و یا گروه‌هایی رو تحریک بکنه که به ایران حمله بکنن. مستقیم این کار رو خواهد کرد، ضمن اینکه از ابزارهایی که در منطقه هم داره استفاده خواهد کرد، استفاده کمکی خواهند بود اونها. و آقای سعدزاده، چقدر محتمل هست که اسرائیل پا به چنین نبردی بگذاره؟ میدونیم که ظرف ماه‌های گذشته در سوریه رویارویی‌هایی بوده بین اسرائیل و ایران. اسرائیل از همین حالا هم از این جنگ لفظی که بالا گرفته خیلی خیلی خوشحال هست. دیروز آقای نتانیاهو گفت که این زبانی است که ایران میفهمه، در یعنی همون زبان تند و به اصطلاح خیلی توهین‌آمیز آقای ترامپ، گفت این زبانی است که ما باید در آینده هم با ایران صحبت بکنیم. من فکر میکنم که اگر این جنگ لفظی تبدیل به جنگ عملی بشه، امکانات لوجستیکی در اختیار آمریکا میگذاره، سعی میکنه احتمالاً بهشون کمک‌های به اصطلاح منطقی بکنه. و شما میدونید که نیروی جاسوسی اسرائیل یکی از قوی ترین سازمان‌های جاسوسی جهان هست، موساد، و امکانات بسیار زیادی داره، امکانات اطلاعاتی میده به آمریکا. و عربستان هم بیکار نخواهد نشست، فضا در اختیار هواپیماهای آمریکایی قرار میده. اینها یعنی در حقیقت کمک هایی میکنن برای ورود آمریکا که چین چیزی بشه. ولی واقعا آیا چین چیزی خواهد شد، این رو ما نمیدونیم. برای اینکه نه آقای ترامپ خواهان جنگ بوده و این در تبلیغات انتخاباتیش همیشه گفته که جنگ های آمریکا در منطقه بیهوده بوده، و نه ایران خواهان جنگ، چون اصلا توانشو نداره. پس چرا اینقدر الان هر دو طرف یکدیگر رو تهدید میکنن؟ دنبال چی هستن؟ آقای روحانی، من فکر میکنم که همه تحلیلگران ایران بر این نظر توافق دارن که این اواخر لحنش رو تغییر داده به خاطر وضعی که در ایران به وجود اومده، به خاطر شکستش در برنامه برجام،
مجبور شده به آقای روحانی نزدیک بشه. اون سخنرانی که در سوئیس کرد و گفتش که ما ضمنی گفت ما تنگه هرمز رو میتونیم ببندیم و اینجا که دوباره صحبت از تنگه های دیگر کرده، نه همه نشان از این داره که در سیاست خارجی ادبیات دیگری داره به کار میبره، کم یا بیش ادبیات آقای خامنه‌ای رو داره به کار میبره. این و چرا این کار رو انجام میده؟ چون احتمالاً امیدی به نیروهای اصلاح طلب جامعه نداره، احتمالاً از این میترسه که اگر این زبان رو به کار نبره و این نزدیکی رو با آقای خامنه‌ای تا این حد نشون نده، احتمالاً صندلی ریاست جمهوری خودش در خطر هست. برای که اگر فراموش کنید قبل از دو ماه قبل خیلی به سادگی صحبت از کودتا میشد در ایران و اینکه نیروهای نظامی مستقیما بیان به دست بگیرن. الان صحبت از این میشه که تمام سران سپاه و هسته های اصلی قدرت از این موضع جدید آقای روحانی پشتیبانی میکنن و آقای روحانی فکر میکنه که با این مواضع میتونه انسجام ایران رو نشون بده و به جهان نشون بده که ایران یک پاسخ داره و پاسخ متفاوت نیست. یعنی حرف آقای ظریف و حرف قاسم سلیمانی در حقیقت یکی هست، ولی که این آیا واقعا انجام بده این چنین سیاستی کارآمدی داشته باشه اون مسئله دیگر است. خب در مورد کارآمدی این سیاست بذارید از آقای آریان بپرسم. به نظر شما واکنش کشورهای اروپایی که کماکان قصد داشتن با ایران در برجام بمونن به چنین خط و نشانهایی چه خواهد بود؟ خوب همینطور که شنیدیم و خوندیم، برای نمونه از آلمان، خوب به هر دو طرف گفتند که خیشتنداری به خرج بدین و این تنش رو بالا نبرید. ولی یکی دو نکته رو که دوستان ذکر کردن، من اینجا یه مطالبی رو اگه بشه بهش اضافه میکنم، به اون اینی که در رابطه با عربستان سعودی و کشورهای جنوب خلیج فارس و اسرائیل، اگر جنگی واقعا بین ایران و آمریکا در بگیره، این کشورها چه دخالت داشته باشن چه دخالت نداشته باشن پاشون تو میان. یعنی ایران اینها رو واقعا مسبب این کار میدونه، برای اینکه نمیشه نادیده بگیره. اگه هواپیمای آمریکایی بخوان از 7 پایگاه های مختلفش در جنوب خلیج فارس بلند بشن بخوان ایران رو بمباران بکنن، یا اینکه از بحرین که خب ناوگان پنجم استفاده میکنه، بنابراین همه دخیل خواهند بود و ایران در مقابل اینها واکنش نشان خواهد داد. ولی به طور کلی من باز هم بر این عقیده ام که توان ایران اولا قابل مقایسه با آمریکا نیست و ثانیا نمیخواد وارد درگیری مستقیم بشه، مگر اینکه آمریکا تمهیداتی قائل بشه، مسائل رو ایجاد بکنه که ایران رو وارد این میدان بکنه. ما در چند ماه گذشته دیدیم که اون شعارها و همینطور اون مزاحمت‌هایی رو که سپاه پاسداران برای ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز ایجاد میکرد یه در قطع کرده. این رو خود ترامپ هم فهمیده و گفته. بنابراین هدف اینی که این تنش رو حداقل در خلیج فارس که جای درگیری خواهد بود بالا نبرن. و به باور من اگر ایران دست به جنگ‌های نیابتی بزنه که خواهد زد، خوب در مقابلش آمریکا مستقیما لازم نیست که وارد جنگ مستقیم با ایران بشه، برای اینکه همون توانایی‌های جنگ‌های نیابتی رو هم آمریکا داره و میتونه با ایران مقابله کنه. ولی خب آقای آریان اصلا چه فایده ای داره این جنگ های نیابتی؟ سال هاست که در جریان بوده. اگر دو طرف قصدشون از این صحبت ها و این تهدید ها این باشه که طرف مقابل رو به نوعی، همونطور که قبلا هم گفته شده، مثلا آقای ترامپ گفتش که اونا زنگ میزنن با ما مذاکره میکنن، آقای روحانی هم گفته که مادر صلح هاست صلح با ایران، به هر حال یه در واقع جنبه ای از مذاکره در این هست، چرا باید برن جنگ نیابتی بکنن در حالی که میتونن در نتیجه‌ای در این سال‌ها نداده؟ چرا مذاکره‌ای مستقیم نمی‌کنن؟ خب ببینید، این مقدمه است برای فرسایش. شما دست به جنگ نیابتی میزنید که طرف مقابل رو به فرسایش بکشونید، ولی در نهایت بله من حرف شما رو قبول دارم، بایستی بشینن مذاکره بکنن و دیپلماسی راه کاره. ولی از طرف دیگه وقتی ما به دقت نگاه می‌کنیم به خواسته ها و مطالبات 12 گانه آقای پامپئو، این هیچ راهی، البته ممکنه که پشت پرده صحبت هایی با هم دیگه بکنن، ولی هیچ راهی رو برای
در واقع دیپلماسی و گفتگو نذاشته. میگه این 12 شرط منه، این 12 شرط رو باید ایران اینها رو عملی بکنه، این خواسته های منو عملی بکنه که در واقع تسلیم هست و اون وقت ما میتونیم با هم دیگه بشینیم مذاکره بکنیم. یعنی این رو پیش شرط گذاشته. شما در دیپلماسی اگه بخوایم با پیش شرط برین جلو و هیچ راه و هیچ مفری براش نذارین، این دیپلماسی نمیشه و راهی نیست. و در این حال همینجا اضافه بکنم که برخی از خواسته های آمریکا در این 12 شرط ناموجه، منطقی نیست، توجیه سیاسی نداره، از روی حق نیست، این پشتیبانی از جمهوری اسلامی نیست. و خیلی کوتاه میگم این در مورد از بین بردن توان تمام موشکی ایران، میگه باید ایران تمام در واقع برنامه موشکیشو قطع بکنه، نباید غنی سازی داشته باشه، در پادگانهاشو باید برای بازدید باز بکنه و بایستی تمام جنبه فعالیت‌های نظامی گذشته شد در زمینی هستی آشکار بکنه که اینها از طریق برجام عملی هست، ولی آمریکا دنبال این نیست. این بهانه نیست. دقیقاً آریان، بحث اصلی ما الان این هست. محدود کردن این. من می‌خوام بحث رو ببرم واقعا روی مذاکره، چون به نظر میاد که یک بخشی از قضیه این دعواها سر این هستش که بالاخره میتونن بشینن پای میز مذاکره یا نه. آقای حسنیاری، به نظر شما آیا اون صحبتی که آقای آریان هم اشاره کردن، مذاکراتی پشت پرده ممکن است در جریان بوده ولی با این 12 شرط آمریکا ایران رو به جایی رسونده که بگه آقا ما با این شروط به نتیجه نمیرسیم و کار به این دعوای لفظی کشیده باشه؟ ببینید، در چند روز گذشته در مطبوعات داخلی ایران به صحبت از این بودی که آمریکایی ها در چند مورد سعی کردن که با آقای روحانی تماس بگیرن، آقای روحانی جواب منفی داده. اگر چون این چیزی صحت داشته باشه، معناش این هست که به هر تقدیر در یک سطح بسیار پایینی فعالیت‌های صورت گرفته، ولی این فعالیت‌ها هیچ گونه بازتاب مستقیمی نداشتن، هیچ به گفتگو منتهی نشدن. در نتیجه بالا بردن تب این جنگ لفظی ممکنه در ارتباط باشه با چون این مسئله ای و فعال کردن این امکانات، ولی اون چیزی که مهمه این هست که خب هر دو طرف یک حد اقل هایی رو دارن که با اون حد اقل ها در صورت مذاکره وارد مذاکره بشن. در مورد ایران بحث تحریم هاست، به خصوص بحث تحریم هاست. در مورد آمریکا همونطور که آقای آریان اشاره کردن، اون 12 مورد هست که اگر بحث های کلیتر یا بزرگتر رو کنار بگذاریم، بحث های کوچکتر اون عبارت خواهد بود از مسئله فساد در ایران، بحث حقوق بشر در ایران و مسائل دیگری از این قبیل که جمهوری اسلامی همواره سعی کرده زیر بار چنین بحث هایی با کشورهای خارجی نره. ولی آقای حسنی، همه این چیزایی که شما مطرح میکنید باز مربوط به ایران میشه، اون چه که ایران در واقع باید تغییر بکنه یا اون چه که ایران میخواد. آمریکا چه میخواد از این مذاکره؟ ببینید، آمریکا به واقع به دنبال تغییر رژیم در ایران هست، این هیچ شکی در این مورد وجود نداره. در این مورد مواضع ترامپ با نتانیاهو یکی هستند، با مواضع سعودی ها کاملا یکی هستند و در نتیجه تغییر اساسی به دنبالش هست آمریکا در ایران. اگر که این تغییر اساسی رو از راه همین فشارهای تحریم ها و اون چی که آقای پومپیو در کالیفرنیا به اون اشاره کرد به دست بیارن، که خب مسئله جنگ و گفتگوهای جدی با جمهوری اسلامی منتفی خواهد شد. اگر که اون نتیجه رو که به دنبال اون هستن از این راه حاصل نشه، خب به طبع آمریکا به دنبال این هست که یک حد اقلهایی رو در ایران به دست بیاره. منتها با رفتار و گفتاری که آقای تاره، بسیار بعید به نظر من که آمریکا راضی بشه به این که به ادامه حیات جمهوری اسلامی در شکل فعلیش و انگار که چیزی پیش نیامده. حد اقلی که آمریکا به دنبال اون هست همون حرفایی است که پومپیو اخیراً در کالیفرنیا زده، یعنی بحث فساد هست، بحث تغییر رفتار جمهوری اسلامی در منطقه هست. ایران میتونه در این زمینه کارهایی بکنه و آمریکایی هم میتونن به طور کمی حداقلی
از این رفتار ایران در سوریه، در عراق، در یمن، در لبنان، در نوار غزه راضی بشن، ولی اون هم بسیار مشکله، به خاطر اینکه به خاطر بیاریم زمانی که آیت الله خمینی قطعنامه 598 رو پذیرفت با اون اقتدار شخصی که داشت و کیش شخصیتی که داشت، توانست اون قطعنامه رو بر سپاه و دیگران بقبولونه، ولی امروز شرایط ایران، شرایط رهبری ایران به شکل دیگری است. تظاهرات چند ماه گذشته نشون میده که مردم ایران به دنبال چیز دیگری هستن که رهبری ایران امروز قادر نیست اون خواسته ها رو به اون خواسته جواب مثبت بده. من موقعی که شما صحبت میکردید آقای حسنی، دیدم آقای آریان هم با شما موافق هستن. آقای صدزاده سرشون رو تکون ندادن. من می‌خوام بگم آقای صدزاده، شما هم موافق این هستید که خواسته ای آمریکا از همه این اتفاقات تغییر رژیم در ایران هست؟ منم فکر میکنم که آمریکا این شروطی رو که گذاشته اگر ایران بپذیره، بله، جمهوری اسلامی به این صورتی که ما امروز داریم نخواهد داشت. خب من از همین میخوام استفاده کنم، سوالم رو در واقع گسترش بدم. اگر این طور هست، اگر آمریکا دنبال تغییر رژیم در ایران هست، چرا رژیم ایران باید بخواد که با آمریکا مذاکره بکنه اصلا؟ فکر میکنه آمریکا که جمهوری اسلامی اگر نیروهایی درش هستند که حاضر بشن این مسائل به اصطلاح رفرم پذیر، اصلاح پذیر رو بپذیرن، جمهوری اسلامی رو در حقیقت از راه اصلاح طلبی عوض بکنه. ولی فکر نمی کنم که هیچ کنم از جناهای موجودی در ایران این خواسته ها رو به این شدت و عدت میپذیرن. بنابراین مشکل هست که بگیم که آیا راه دیپلماسی موفق خواهد شد یا نه. ولی یه چیز دیگه هم هست. من امروز یک چیزی خوندم در سایت خبر آنلاین که متعلق به آقای علی لاریجانی است، مصاحبه است با آقای خرم نماینده ایران در اتحادیه اروپا. یک چیز بسیار 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 جالب ایشون در این مصاحبه گفته. گفته که ما در حال توافق با اروپا بودیم که چگونه اروپا به صورت قدم‌های معینی در کنار ما بایسته تا ما بتونیم علیه برنامه‌های برجام به اسلام موفق بشیم. میگه در همون لحظه‌ای که ما در حال موفقیت بودیم، اتفاقاتی بود که در ارتباط با اون نشست مجاهدین در پاریس اتفاق افتاد و دستگیری به اصطلاح یک دیپلمات ایرانی که در وین بوده و دو نفر دیگه در بلژیک و فرانسه و غیره. میگه تمام این دستگیری‌ها باعث شد که کل این برنامه رو به هم بزنه. به یک باره اروپا آمد، با اینکه قبلش به ما قول داده بود که ما نمیتونیم بانک واحدی برای شما درست بکنیم، اون بانک سرمایه‌گذاری اروپایی که شما از اون طریق با ما معامله کنید. خب آقای صدزاده، آیا فکر نمی‌کنید این نتیجه تهدیدهای آقای روحانی ممکنه باشه؟ چون بعضیا میگن که دقیقاً ممکنه نتیجه اینها باشه. نخیر، من می‌خواستم اینو بگم که شما به عنوان دیپلمات، شما به عنوان آقای روحانی میتونید وارد یک عمل بشید، اعتقادم داشته باشید که در پایان این فعالیت‌های دیپلماسی به یک راهی میرسید، ولی یک باره یک کسی دیگری با برنامه‌های دیگری دست به کارهای دیگری میزند که میاد و کل برنامه شما رو به هم میزنه. مثلا فرض کنید همون شبی رو که آقای روحانی از پس از امضای برجام به تهران برگشت، یک بار موشک‌هایی با شعار مرگ بر اسرائیل به زبان عبری به هوا میره و اون موقع که اروپا داره با ایران به توافق میرسه، یه دفعه مسئله ترور به توسط دولت ایران در اروپا مطرح میشه. میخوام بگم خیلی از حوادثی که خیلی از جریانها، چه دیپلماتیک چه جنگی، معمولا برنامه ریزی شده نیست. یعنی شما میتونید، تنش ها موجود هست، اگر کسی بیاد و در درون این تنش موجود دست به یک عمل تصادفی عجیبی بزنه، یک دفعه شعله جنگ بر میگیره. و خیلی از جنگ ها در جهان بوده که همش برنامه ریزی اولی نبوده، بلکه بر اساس یک اتفاقات زنجیری و ناخواسته ای این تنش های موجود به جنگ انجام میده. و ما هم الان داریم در این فصل زندگی میکنیم. تنش ها به اندازه کافی موجودن بین ایران و همسایگانش و آمریکا. من میخوام آقای آریان ازشون خواهش بکنم که بحث رو تموم کنن. یک دقیقه وقت داریم، دیدم که سرتون تکون میدادیم. میخوام اگه صحبت داریم بفرمایید آقای آریان. در اون مورد که آمریکا داره در ایران به دنبال تغییر رژیمه، هیچ شکی نیست، گرچه این حرف رو به میان نمیارن، ولی یه موضوعی در اینجا هست، اینی که جدا از رفتار ایران، آمریکا در منطقه به دنبال منافع استراتژیک خودشه. مسائل حقوق بشر و خیلی از مسائل دیگه به خصوص برای دولت فعلی آمریکا ثانویه است. در ارتباط با عربستان سعودی این کار رو نمی کنه.
ولی به طور کلی این کارهایی رو که داره آمریکا میکنه و این اقداماتی رو که داره آقای پومپئو انجام میده به اضافه مشاور امنیت ملی و سناتور کاتون و برخی دیگر از اینا، این دخالت در امور داخلی ایرانه. ما ممکنه از جمهوری اسلامی خوشمون نیاد و موافق تغییرات باشیم، ولی تمام حرکات و تمام نهضت‌ها و تمام اقداماتی را که سیاسی در عرض 100 سال گذشته ما در ایران داشتیم، اگه خارجی‌ها در اش دخالت کردن، این به نتیجه نرسیده. آمریکا داره دخالت میکنه و این دخالت‌ها رو اون گروه‌های مختلف در ایران به نحو دیگری توجیه میکنن و این کارساز نخواهد بود. بهتره که آمریکا بچسبه به اون کارهایی رو که میخواد، یعنی تغییر رفتار جمهوری اسلامی در منطقه. بسیار ممنونم از شما آقای آریان، آقای سجاده و آقای حسن یاری. این بود صفحه دوی این هفته. این برنامه و برنامه‌های هفته گذشته صفحه دو در صفحه دو در وبسایت ما bbcpersian.com در دسترس شماست. برنامه روی صفحه فیسبوک ما هم قرار میگیره. آدرس فیسبوکی ما هست facebook.com/bbcpage2. همینطور لینک یوتیوب و پادکست برنامه روی نشانه توییتری ما @bbcpage2 آپلود میشه. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب و روزتون خوش.